جامعه پاکیم که لک خورده ایم، کوزه آبیم و ترک خورده ایم. ما که بسی لاف یقین می زدیم، وقت عمل باز به شک خورده ایم. ما که ملولیم از این بار عشق، نزد خدا سخت محک خورده ایم. پاره من خان کرم را که ما بر سر این سفره نمک خورده ایم. عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سنایی هستم با سری برنامه های پرژن بارس در خدمت شما هستیم. اصلا این زیبایی که براتون خوندم از نوشته های زیبای میهمان امروز برنامه جناب آقای فرشاد آتش افروز هست. آقای آتش افروز خیلی خوش آمدید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما موجود گرامی و همه دوستان. در خدمت شما هستم. مرسی، ممنون آقای تشفروز تشریف آوردید. فقط اگه یه ذره بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. آقای تشفروز برای بینندگان ما بگیم که آقای تشفروز کجا به دنیا اومدن، الان کجا زندگی میکنن، این مقدار بیننده ها اول با شما آشنا شن. بله، من کرمانشاه به دنیا اومدم، همینجا هم الان ساکن هستم، زندگی میکنم همینجا و این که شعر و شاعری از همون دوران نوجوانی شروع کردم. البته کاملا آماتور علاقه داشتم، بالاخره کتابی در این زمینه خوندم. تا اینجا الان هم یه خطخطی داریم در مورد رابطه با شعر. بسیار زیبا. معمولا کسانی که دستی به قلم دارن از دوران مدرسه یه اتفاقایی میفته، حالا یا زنگ انشاء خوبی دارن یا نمایشنامه بازی میکنن یا مینویسن. شما تو دوران مدرسه اتفاقی افتاد واسهتون؟ بله، من تو زمان مدرسه انشام کمیشه خوب بود، انشاء رو خوب میگرفتم. تئاتر هم یه باری چند بار فکر کنم بازی کردم، خیلی زمان کودکی بود. ولی خب همیشه تا جایی که یادمه هم انشام خوب بود هم امدا و شاید بودم، همیشه شاگرد اول بودم. ولی خب در نهایت ما شعر و شاعری علاقه پیدا کردیم. درسته، خیلی هم زیبا و عالی. توی خانواده کسی بود که دستی به قلم داشته باشه بنویسه؟ پدر، مادر، خواهر، برادر؟ نه، این علاقه شخصی خودم بود. و خب معمولا بعضی اوقات توی مدرسه از معلم ها کسی تشویق میکنه، برای شما چنین چیزی وجود داشت؟ بله، من معلم ها همشون مشاورم هم بودن، واقعا چه از معلم انگلیسی گرفته تا معلم فارسی و ریاضی و همشون مشاور شما بودن که شما بنویسید؟ آره، مشاور در همه لحاظ، یعنی تمام درس‌ها. ولی خب علاقه شخصی خودم ادبیات بود، ولی خب با این حال ریاضی رو انتخاب کردم. درسته. چیزا که می‌خوندین و بیشتر مطالعه می‌کردین اشعار بود یا داستان بیشتر می‌خوندین؟ و اگه برای من صدا کنند نداشتم میرزه. میگم بیشتر چیزایی که مطالعه می‌کردین شعر بیشتر می‌خوندین یا داستان می‌خوندین خودتون بیشتر؟ نه، بیشتر شعر، ولی خب داستانم می‌خوندم. چرا؟ ولی علاقه گفتم که بیشتر شعر و غزل، مخصوصا که ادبیات کلاسیک و بیشتر غزل. درسته. خیلی داشتم از زمان بچگی یه غزلای دستپاچه‌کسی هم میگفتم با دو بیتی و شعر نو اینا، که الان هم همونجوریه تقریبا، ولی خب یکم پیشرفت داشتم. درسته. و خب از کی دقیقا شروع کردید به نوشتن و الان که نوشتهای اون موقعتون رو میخونید چه احساسی دارید؟ فکر میکنید همون موقع خوب مینوشتید یا اینکه نه الان فکر میکنید الان بهتر میشه؟ از لحاظ نوستالژیک و خاطره چرا، اون موقع خیلی بهتر. من الان میبینم خیلی حالم خوب میشه، نوشتهای قدیم رو وقتی میبینم. ولی خب از لحاظ فنی اونا در سطحی نبودن که الان بخوام مثلا بگم شعر بودن، همشون دل نوشته بودن، ولی خب همراه با یه قافیه‌ای دستپاچه‌کسی اینا. ولی خب حس و حال خوبی بهم میده الان نگاه میکنم، در کل خیلی حس با
نوستالژیکیه. نوشته قدیمتون رو که مطالعه کنید. معمولا وقتی در واقع شعری می نویسید یا دل نوشته می نویسید، مخاطب اولتون کیه؟ یعنی شما اولین نفر برای کی می خونید؟ مخاطب اول قدیم که بیشتر مربوط به خدا بودم، قدیم بچه که بودم همش همه مخاطبم فقط خدا بود و درون خودم و وجدانم. ولی خب الان در هر موردی، مثلا در مورد فصول یا فصل، مثلا فصل‌ها نوشتم، در مورد طبیعت، در مورد همه چیز، الان بیشتر اجتماعی می‌نویسم و عاشقانه. و برای کی میخونید؟ یعنی اولین نفری که میشنوه نوشتای شما رو کیه؟ برای مثلا اعضای خانواده که اصلا اول نفر خانممه، بیشتر برای خانمم میخونم. تایید بکنه که تمومه. آه، پس اول ایشون باید تایید کنم. اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتیم. قبلا بیشتر برای خدا مینوشتیم و الان اجتماعی و عاشقانه مینویسیم. به نظر شما اتفاقایی که توی زندگی میفته، یا برای خود شما به شخصه اتفاقایی که توی زندگی میفته، تغییراتی که ایجاد شده، چقدر توی قلم شما تاثیر گذاشته؟ یعنی مثلا ممکنه زمانی که ازدواج کردین عاشقانه مینوشتین، قبلش نه، یا فکر میکنین هیچ تأثیری نداشته؟ انسانهای اطراف شما همیشه یه خط مشی ذهنی خودتون داشته. چرا؟ خب بالاخره شاعر تاثیر میگیره از اطرافش و منم بی تاثیر نبودم، مستثنا نبودم در این مورد. و همون از اول که بیشتر در مورد خدا می نوشتم، چون دغدغه‌های اجتماعی نداشتم اون موقع، کوچکتر بودم. ولی خب چرا الان تمام، هم مردم جامعه، هم دوستان، رفیقان، کتابایی که می خونم خیلی تاثیر داره دیگه، شعر گفتنم. بعد همه تاثیر داره، چرا؟ هر چیزی تاثیر داره. شعر گفتن و شاعر خوب کسیه که تاثیر بگیره از نوشته‌های دیگران، اقتباس بکنه، یا اینکه خط، البته خط مشی فکری خودش رو رها نکنه، ولی از دید خودش که بفهمه درد جامعه چیه درده و الان نیاز جامعه چیه که در اون مورد شعر بگه. منم بی تاثیر نبوده. چرا؟ درسته. و الان اگه بخواید انتخاب کنید کتابی رو بخونید، بیشتر ترجیح میدید از نوشته‌ها یا اشعار کیو بخونید بیشتر؟ از قدیم کتاب های خودم رو بیشتر حافظ رو میخونم و شعرهای امروز رو هم معاصر رو هم، چرا، شعرهای زیادی هستن. بیشتر فاضل نظری من میخونم، محمد علی بهمنی، و بیشتر شعرهای معاصر رو من خوندم حالا تا جایی که تونستم. ولی خب از قدیم من بیشتر حافظ، سعدی من ترجیح میدم. تا اونجا که متوجه شدم شما بیشتر ادبیات کلاسیک رو دوست دارین و خیلی ارتباطی با شعر نو و مدرن و پست مدرن ندارین، درسته؟ بله، 90% شعر من غزل کلن. یه چند تایی هم شعر سپید و نو، حالا پست مدرن نمیشه گفت، ولی خب شعر نو یا سپید گفتم در حد محدودی. درسته؟ بله. درسته، خیلی هم عالی. ما معتقدیم کسانی که می نویسن و دست به قلم دارن از واژه‌ها تعریف‌های متفاوتی دارن. من چند تا واژه رو میگم، خوشحال میشیم که تعریف شما از این واژه‌ها رو داشته باشیم. باشه. اگه بخواید شما برای واژه مادر تعریفی داشته باشین چی میگین؟ مادر از خود گذشتگی. درسته. و کوه؟ استواری. استوار. قلم. قدم. قدم سخن. در. عشق. ناشناخته. و وطن. عشق. بسیار زیبا فرمودید آقای آتش افروز. اگر قرار باشه خودتون بتونید انتخاب کنید که شغل اصلی دیگه ای داشته باشید، چون فکر میکنم الان شاعری و در واقع نویسنده شغل اصلیتون نیست، درسته؟ بله، شغل اصلی من نیست، شغلم چیز دیگه یه. درسته. اگه قرار باشه که شغل اصلیتون رو یه جوری توی هنر انتخاب بکنید که بتونین ازش منبع درآمدی داشته باشید، فکر می‌کنید باز هم سراغ همون شعر و شاعری میرین یا هنر دیگه‌ای هستش که دوست داشته باشین؟ اصلا کلا موسیقی، نقاشی، هنر دیگه‌ای هستش که شما در ارتباط باشین باز؟ چرا، هنرهای دیگر هم دوست دارم، در حد خیلی مبتدی بعضیشو دنبال می‌کنم، مثلا ترانه‌سرایی. ولی خب
شعر رو بیشتر واردم، منتها هنوز درآمدزایی نداشتم ازش، از شعر. دوست دارم که درآمدزایی هم داشته باشم، منتها خب الان شرایط جوریه که بکنم خیلی سخته از شعر کتاب چاپ کردن پول در بیاریم این جامعه. ولی خب ما امیدواریم انشاءالله که بشه برای هنرمنده هم یه راه درآمدی داشته باشم بالاخره، سراغ کارهای دیگه هم نرن. البته اگر برن خب به نفعشون، ولی خب هنرم اگر بتونی ازش پول در بیاری خیلی خوبه. درسته. شما فرمودید که خانمتون یکی از کسایی هستن که مشاور شما هستن و میشنون در واقع شعرهای شما رو. فرزندم داری؟ بله. خدا حفظش. یه دختر 13 ساله. خیلی هم عالی، خدا حفظش کنه. این وقتی برای ایشون میخونید چی؟ اصلا کلا ایشون رابطه‌ای با شعر دارن یا نه؟ بله، واقعا شعر دکلمه میکنه. من خودم مشاورش هستم که دکلمه کنه و دوست داره شعر. چرا؟ من خودم هم تا حدی الان وزنه شعر فارسی و عروض و قافیه رو نشونش دارم. البته اگه خودش مایل باشه دوست دارم که شعر بگونم. درسته، مشغلشون هست. آقای تشرفی، ادری در واقع معتقدن وقتی که یک شعر خوانده میشه مثل اشعار حضرت حافظ که استاد شجریان میخونن میخوندن، وقتی که این اتفاق میفته به ماندگاری اون شعر بیشتر کمک میکنه. به نظر شما چنین چیزی درسته یا اینکه نه، شعر خودش باید انقدر گویا باشه که حتی اگه خواننده هم نخوندش حرفش رو با مخاطبش بزنه؟ بله، خب اگه خواننده زبردستی بیاد شعرهای قوی ما رو بخونه خیلی بیشتر به دل میشینه. ولی خب حافظ مثلا، غزلهای حافظ جوریه که الان جا افتاده توی جامعه، چه بهتره که همچین خواننده‌هایی بخونن که محبوبن و همه دوستشون دارن. ولی خب چرا، شعر خودش هم تا حد زیادی به شاعرش هم بستگی داره، چجوری اون شعر رو گفته باشه و ماندگاریش چقدر باشه. و با اونو بخونه بیشتر ماندگار میشه به نظر من. درسته. تلویزیون حافظ خب ثابت شده هم هست الان. بله، حالا به غیر از حضرت حافظ من منظورم کلا این بود که تمام شعرها، بله آره، تمام شعرها و شاعرهای چه قدیم چه جدید رو گاهن وقتی خونده میشه با شعر بیشتر توی ذهن مردم میمونه و مردم بیشتر باهاش آشنایی پیدا میکنن. ولی شما نظرتون اینه که در واقع خود شعر هم باید گویا باشه؟ بله بله، خود شعر هم گویا باشه و شعر قوی باشه تو ذهن ها ماندگارتره. درسته. بیشتر اونایی که شعر کلاسیک میگن به خصوص غزل بر این اعتقاد هستن که ادبیات فارسی ما با غزل که موندگاری خودش رو ادامه میده. آیا شما بر این صحبت اعتقاد دارین و به نظرتون غزل خیلی کمک میکنه به ادبیات فارسی که موندگار بشه؟ بله، غزل یه قالب کلاسیکه که از قدیم الایام توی کشور ما باب بوده. الان مخالف ها و موافقه زیادی هم دارن. بعضی هم معتقدم که غزل دیگه قدیمی شده، نمیشه تو با مثلا لحن جدید یا کلمات جدید توش آورد. ولی خب بعضی هم خیلی هم موافق زیاد داره. منتها غزل هم میشه به شیوه جدید سرود، هم یه همچین شیوهی خوبه. همین که به شیوه قدیم هم به نظر من اونا زحمت کشیدن، شعرهای قدیم و غزل مثنوی، با اگر ما هم بتونیم از همون کلمات هم استفاده بکنیم، همون کلمات قدیمی که از باب و مد افتاده، اونا هم به نظر من ما باید افتخار بکنیم. بالاخره اینا غزل به وجود آوردن، قالبای کلاسیکو. ما هم به طرز جدیدی میتونیم همین قالب رو ادامه بدیم به نظرم، و هیچ مشکلی نداره. واقعا خیلی قالب جذابیه، چه غزل چه مثنوی قصیده. ولی خب در کنار این، چرا؟ خب من اعتقادم دارم اینجوری هم نیست که بگم دیگه شعرهای جدید دیگه نباید باشه. چرا؟ اونم جای خودش باید باشه. هر دو به نظر من شونه به شونه باید توی ادبیات فارسی ما جا داشته باشن. درسته. آقای تشرفی، بعضی از نویسنده ها یا در واقع شما تو حوزه شعر فعالیت می‌کنید، شاعران ما در واقع دست خواننده رو میگیرن و یکی یکی پله به پله میبرن وارد اون محیط شعرشون میکنن و کامل همه چی رو در واقع خیلی راحت در اختیار خواننده قرار میدن. ولی بعضی دیگه از خیلی استعاره‌های جنون‌آمیز استفاده میکنن
که یک مقدار فهمیدن شعر شاید همون دفعه اول سخت باشه، شاید باید دو بار سه بار بخونیم شعر تا بفهمی منظور شاعر چی بوده. به نظر شما کدوم از این راه ها بهتره؟ اینکه خیلی راحت با کلمات ساده تر با در حال خواننده ارتباط برقرار کنی، یا وجود استعاره واقعا خیلی لازم هست توی شعر؟ به نظرم اگه برای ترانه که اصلا مبحثش جداست، اگه ترانه سرایی بکنیم برایش خواننده ها خب همون شعر. نه من اینجا ببخشید از خواننده، خواننده آهنگ، خواننده که مطالعه میکنه. بله، کسی که شعر رو میگیره، کتابو میگیره و شعر رو میخونه. خب بالاخره هر کی یه شیوهی داره برای شعر گفتن. به نظر من شعرهای سنگین هم لازمه. شعر بعضیا دوست دارم. من خودم با چند نفر کار میکردم برای دکلمه، میگفتن ما شعر سنگین میخوام، یه چیزی باشه که خواننده 4-5 بار بخونه یا گوش بده، بعد اون موقع به رمز و رازش پی ببره، ببینه منظور خواننده چی بوده. دوست دارم لای باشه شعرشون. ولی خب چرا شعرهای ساده و روونم خیلی خوبه، اونا هم بالاخره یه سری خواننده ها هستن که میخوان بخونن. دوست دارم که همون لحظه وقت ندارم فکر کنم ببینم منظور شعر چی بوده، دوست دارم ببینم همون لحظه بفهمم که قصد شعر از گفتن این بیت و این شعر چی بوده. من در کل هر دو رو میپسندم، چون نمیشه اصلا توی شعر نمیشه یه راه ادامه داد، باید تمام دیدگاه ها رو، دیدگاه خود رو حفظ کنی، چه از لحاظ اجتماعی، چه شعر اجتماعی، شعر انتقادی، شعر عاشقانه، اینا هر کدوم زبان و گفتار خودش میخواد. بعضی منظورا رو نمیشه ساده گفت، باید با استعاره، با تشبیه، با جناس، ایهام، اینا رو به کار برد، واقعا شعرم قشنگتر میشه. درسته. پس نظر شما اینه که هر دو نوع باید وجود داشته و خیلی هم بیشتر به مخاطب شاید بستگی داره؟ بله، خب باید ببینیم نیاز جامعه چیه، برای کی، مخاطبت کیه. اگر مخاطبت آدم هایی هستن که فکراشون امروزیه، واقعا دوست دارن فقط یه ریتمی رو بشنون باشه، خب میشه شعرهای ساده و روان‌تر هم بود. خیلی هم زیبا و عالی. اگر سوالی چیزی هست یا نکته‌ای هست که من از شما نپرسیدم و تمایل دارید که در موردش صحبت کنید، خوشحال میشم بشنوم. نه خواهش میکنم، من سوالی در ذهنم نیست، ولی خب همین سوال رو داشتم که شما در همین رابطه با شعر و چیزای کلن چیزای هنری بیشتر سوال میکنید با مخاطباتون، درسته؟ بله، ما توی این برنامه که الان در خدمتتون هستیم بیشتر همونجور که متوجه شدیم یه بیوگرافی تصویری از میهمان داریم که در واقع یک مقدار بینندگان با میهمان بیشتر آشنا میشن و بعد توی جلسات بعد که میزگرد هست چند شاعر و چند نویسنده توی میزگردهای مختلف در مورد یک موضوع خاص صحبت میکنن، مثلا قالب شعر مدرن، قالب شعر غزل، ما هم دیگه صحبت میکنن و اون میزگردها رو هم که دعوت میکنیم با گفتن موضوع قصد هم به شما که تشریف بیارید. ممنونم، ممنون میشم. خیلی خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. اگر یکی از شعراتون برای ما بخونید برای حسن ختام برنامه خیلی خوشحال میشم. والا من خیلی سری راه افتادم، من شعرم انتخاب نکردم، دیدم یه لحظه شعری هم دفترم اینجا هست، اگر شعر خوبی دستم بیفته خیلی خوبه. شعر در چه رابطه رو شما دوست دارین؟ از اون استعاره‌های سنگین هر کدومش که الان براتون مقدور باشه راحت تر باشید. حتی شما رو نگیرم. بله، این یه شعر غزلی هست که خودم توی یه وزن جدید گفتم، یعنی این وزن توی هیچ کدوم از کتابای عروض نیست. یه ذره فقط اگه بلندتر صداتون یه مقدار ضعیفه. باشه باشه، کشف. برای دلم همدمی بگذاری، به حرمت او محرمی بگذاری، به خاطر عشقم سکوت نمودم، از آن همه حجبم کمی بگذاری، اگرچه با آدم نرفته طریقم، به دین دلم خاتمی بگذاری. در راه تو ای عشق مثل گدایم، به کاسه دل درهمی بگذاری. به این دل من نیست صفایی، روید و مرا با غمی بگذاری.
به وزن جدیدی اگر که سرودم مغازله کردم دمی بگذاری هجا به هجا درد می کند این شعر غزل به غزل مرهمی بگذاری. بسیار عالی، خیلی زیبا بود، با من ندر بولی دفت شما من نکنه در اینجای برمونه به همراه میهمان عزیزمون جناب آقای شهر شاهد از کرمانشاه با همه شما بینندگان عزیز خدافظی میکنیم. در نور و عشق با بدنیم. خدا نگهدار.